یه خبر خیلی خوب دوستانی که دنبال کاهش وزنن قهرمان جهان آسیا عضو تیم ملی میخواد به شما یه برنامه غذایی مکملی و مولتی رایگان بده این برنامه رو شما بخواید از افرادی که همچین رزومه قوی داشته باشن بگیرید باید بالای دو میلیون بدید ولی ما تو این ویدیو میخوایم به صورت رایگان در شما قرار بدیم پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید آقا مرتزا برای بدنساز آماتور خب برای بلد. آقایون بدنساز که هدفشون کاهش چربی بدنشونه شما اگر بخواین یه برنامه غذایی بفرمایید چه از صبحانه میخواین تا شام با هم بریم خب ما اون شخصی که میخوایم وزن کم بکنه چقدر مثلا 90 کیلو یا آقایی که 90 کیلو میخواد وزن 100 کیلوه 100 کیلوه، میخواد وزن کم. وز کم کنه بله چند کیلو ده کیلو 15 کیلو 5 کیلو ببینید. مثلا 8 کیلو میخواد بس کم کنه ببینید بهترین چیزی که تو دوران رژیم میشه استفاده کرد اینه که ما مصرف قند و و رو بیاریم پایین بیشتر مخصوصا مصرف قند و من کلا تاکیدم همیشه بر اینه که قند همیشه بدن رو خراب میکنه شاید کربوهیدرات خیلی آسیب نزنه چون تو خود کربوهیدرات کربوهیدرات ها هم قند موجود هست ولی اونقدی نیست که مثل قند های مستقیم باشه من مثلا نظرم وعده بندی کنم تا شب الان صبحانه ای اون آدم باید چی باشه صبحانه ای اون آدم میتونه چند تا گزینه باشه مثلا یه گزینه میتونه دو تا تیکه نون جو یا سه تا تیکه نون جو و اندازه هر کدومش یه کف دست عرض کنم خدمتتون که 20 گرم پنیر کم چرب استفاده بکنه 20 گرم میشم یه قوطی کبریت تقریبا خب پنیر کمچرب, کمچرب استفاده بکنه و میتونه یک عدد یا دو عدد گردو استفاده گردو بکنه در کنارش میتونه یه قاشق اصل هم استفاده بکنه یا میتونه یه لیوان کوچیک شیر کمچرب استفاده بکنه خب پس صبحانه میشه سه تا نون جو کف دست نون جو 20 گرم پنیر دو عدد گردو اصل یا شیر کمچه شیر شیر بدون لاکتوز شیر بدون لاکتوز بله این میشه صبحانه صبحانه میان وعده میان وعده میتونه از چهار الا پنج عدد سفیده تخم مرغ استفاده بکنه میتونه حالا با توجه به شرایط فیزیکی بدنش یه دونه زرده یا دو تا زرده داخلش باشه و یه سیب زمینی کوچیک در کنارش داشته باشه پس یا به جای سیب زمینی میتونه یه پیاله عدسی استفاده بکنه با, با سفیده تخم با سفیده تو. پس چهار الی 5 سفیده تخم و یه سیب زمینی یا اگر سیب زمینی نبود یه کاسه عدسی یه پیاله عدس عدس پیال عدس عدسی. یه پیاله عدسی کاسه و پیاله یکی دیگه خب کاسه آره. معمولا بزرگتر آره. پیاله اه، من محبوباً محبوباً آره خیلی بزرگ نباش. آره. نباشه آره. خب بریم برای نهار درسته نهار. نهار چی نهار میتونه تقریبا هفت تا 9 قاشق غذاخوری برنج استفاده بکنید هفت الا نه قاشق برنجی که با یک الا دو قاشق روغن کنجد دم کشیده باشه چون میدونید که ما روغن ها رو کلا نباید از برنامه غذایی روزانمون حذف بکنیم چون سیستم بدن سیستم گوارش نیاز به روغن داره برخلاف اینکه خیلی مستقیما میان قند ها رو به صورت مستقیم قطع میکنن سدیم رو قطع میکنن نمک رو یعنی سر خود قطع میکنن روغن ها رو قطع میکنن و توی بازه زمانی کوتاه مدت بدن به صورت عادی و از منابعی که داره استفاده میکنه توی نقطه ای دیگه از کار میفته حالت رژیم زدگی و خستگی و یا اصلا یا اصلاً من رژیم رو و دیگه نمیخوام این چیزی که عرض میکنم خدمتتون یه برنامه نرماله چون ورزش کردن و کاهش وزن اولویتش شادابی و سلامتیه بله یعنی من خودم بر این باورم هر شخصی اگر داره وارد این ورزش میشه و دوست داره به اون سیستمی که میخواد برسه با سر حالی برسه نه اینکه عذاب بکشه مثلا تو یه ماه ده کیلو کم بکنه من نظرم اینه آقا اون ده کیلو رو تو سه ماه کم کن ولی لذت ببر ز... رژیم زدن به خاطر همینه که عرض میکنم نهار میتونه هفت الا نه تا قاشق برنج کته به همراه یک تا دو قاشق روغن کنجد یا روغن زیتون یا روغن حسه انگور استفاده بکنه در کنارش میتونه 200 تا 250 گرم گوشت سفید استفاده وزن بکنه پخته شده گوشت بله، کلا همه وزنهایی که استفاده میشه تو برنامه غذایی وزن پخته شده اون غذا هستش حالا بس. هر چیزی که باشه یعنی مثلا بگن مثلا 25 گرم گوشت مثلا مرغ ما باید مثلا 300 گرم بگیریم تقریبا دا. آره تقریبا حالا گوشت گوسان که اصلا نیست اون بله. نیست میشه ولی 30 تا 35 گرم تا 50 گرم بالاتر بگیریم که چیزی چیز. بله بالاتر بگیریم که حالا وقتی پخته میشه وزنش مشخص باشه هفت الی نه قاشق برنجی که کته باشه با روغن کنجد زیتون یا حسنگور با 25 گرم مرغ و یا ماهی یعنی ماهی. گوشت سفید گوشت سفید یا میتونه گوشت شترمرغ استفاده بکنه گوشت شترمرغ یا بوغلمون گوشتیه که برخلاف گوشت مرغ و ماهی تبش گرمه اه. و اه، بسیار پروتئین بالایی دارن و کسایی که اگر با مزاجشون مشکل ندارن خیلی ها اصلا نمیتونن استفاده بکنن یعنی دوست ندارن وقتی میگی شترمرغ اصلا حالش بد میشه اه. یا مثلا, تبش نمیگیره یا بوغلمون به همین صورت اگر میتونن استفاده بکنن پیشنهاد من اینه که حتما شترمرغ یا بوغلمون استفاده بکنن حالا به صورت متنوع این چهار مدلی که عرض کردم به خاطر تکراری نبودن برنامه غذایی و در هفته میتونه یک الا دو وعده تو مصرف ناهارش گوشت قرمز بدون چربی استفاده بکنه گوشت گوساله گوشت گوساله استفاده خب در کنار برنج و گوشت سفید دیگه چی باشه ناهار در کنار برنج و گوشت سفید اگر استفاده بکنن گوشت سفید اگر گوشت ماهی باشه میتونن در کنارش از زیتون استفاده بکنن عرض کنم خدمتتون که یا اگر گوشت سفید مثل مرغ باشه یا بوغلمون باشه میتونن در کنارش از ماست سه الا چهار قاشق ماست استفاده بکنن فرق نداره چه ماستی ماست کم چرب دیگه ماستی که به هر حال پروبیوتیکه و عرض کنم خدمتتون که ولی مصرف سالاد و سبزیجات حالا چه خام چه سبزیجات پخته مثلا مثل کلم بروکلی مثل نخود سبز لوبیا سبز کرفس و هر سبزیجاتی که پخته بشه و قارچ حالا قارچ جز سیفیجات اینا رو میتونن از وعده اول صبحشون تا شب چه تو وعده های اصلی و تو چی میان وعده هاشون داشته باشن مثل هویج پخته بر مثل کلمه بروکلی، مثل قارچ، مثل لوبیا سبز ارز کردم مثل کرفس، هر سبزیجاتی که بشه بخارپز یا به قول معروف آب پزش کرد میتونن تو همه وعده های غذایی داشته باشند که هم از فیبرش استفاده بکنن هم برای سیستم گوارششون برای هضم غذاشون استفاده بکنن و یه بخشی هم از حجم معده‌شون میتونه پر بکنه که خیلی دچار گرسنگی نشن خب واقعا عالیه بریم برای میان وعده بعد از نهار میان وعده بعد از نهار منظور ساعت 6 و 7 دیگه میتونن هلوهوش مثلا 50 گرم خوشبار استفاده بکنن خوشباری که توش بادوم هندی خام باشه خام بادوم درختی خام باشه مویز باشه یا انجیر باشه و عرض کنم خدمتتون پسته خام باشه به همراه یه دونه میوه حالا میتونه یکی سیب دوست داره یکی موز دوست داره <applause> یکی یه مثلا تیک هندوانه دوست داره حالا هر کسی که با توجه به اون چیزی که حالا باب میلشه میتونه میان وعده یه بعد ناهارش باشه چون به هر حال ناهارش کاملتر بوده حجم معدش خیلی خالی نبوده و این بهترین موقع جذب حالا مغزیجاته بابا من میتونه. خیلی یا حالا میانگین من میگیرم ولی مثلا فکر کنم 70 درصد دقیقا بعد از میان وعده بعد از ظهرشون میرن باشگاه این میان مان. وعده قبل باشگاه اوکی دیگه میتونن استفاده بکنن خب. دیگه با توجه به شرایطی که دارن اگه احساس میکنن احساس گرسنگی ندارن بدنشون آماده تمرینه نیازی نیستش استفاده بکنن اگر استفاده احساس میکنن ده. که نیاز دارن خب یه وقتی از شما یک ساعت قبل استفاده کردی ناهار تو خب آره. خیلی منطقی نیست آره. 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 ولی آره. یه وقتی از دو ساعت قبل دو ساعت نیم قبل بوده بهترین میوه ای که میتونه اون موقع استفاده بکنی موز قبل از قبل از در کنار خشکواره آها چرا یه انرژی بله نه پتاسیمش که بحث حالا املاهشه ولی اون انرژی غذایی که داره میتونه تو حین تمرین بهت کمک بکنه هم تو خستگیت هم تو سر هم تو مقاومتت یعنی چی یعنی خستگی تو تو تمرین به تعویق بندازه مقاومت تو تو تمرین بیشتری یعنی سر وارد تمرین بشی متوجه و میرسیم پروسه شام اول برای شام چه ساعتی خوب شام مصرف بشه به این کلا چون که باز هم من مال فرمایشاتتون شام اکثرا ما ساعت 11 تا 12 می میخوریم درست با. این ببینید حالا درست و غلطش شرایط تو ایران به گونه نیستش که شما بگید مثلا ده شب همه خاموشی هم. ما باید شرایط رو جوری تعریف بکنیم برای هر شخصی که فکر نکنه که مثلا اگر خارج از این چارچوب باشه نتیجه نمیگیره و اصلا کلا فرار بکنه باید. ما اصلا کاری با این مسئله نداریم یه مسئله دیگه که از ما یه میان وعده دیگه باید داشته باشیم شما اه. الان یه سبونه رو رفتیم جلو یه میان وعده یه نهار یه میان وعده هم رفتیم دیگه بعدش یه میان وعده هم رو... که خیلی سبک بود آره. ما میرسیم به بعد تمرین دیگه طرف اه. اه. مثلا چهار یا پنج رفته تمرین ساعت 6 و نیم هفت تمرینش تموم شما فقط رژیم چه رژیم خوشمزه آره. خب, خب نه واقعا رژیم کم حجم و کم کالریه. آره میگم ما نمیخوایم تو یعنی من خودم بر این باورم توی رژیم اصلا گشنگی نباید بکشی شما. چرا حالا یه سری‌ها خیلی پرخورن، خیلی اضافه بر سازمان استفاده میکنن. اونا شاید یه هفته دو هفته یه ذره سختشون باشه که این سیکل بیفتن آره. ولی خب خیلی ها میان یه دفعه همه چی رو قطع میکنن مثلا یا کلا سه وعده غذا بخور دو تا میان وعده سباک بخور نظر من این نیست من الان حالا طبق صحبت که کردیم میان وعده دیگه داریم بله. بهترین میان وعده میشه برای بعد تمرین بله. شما حالا نیم ساعت یه رو 20 دقیقه آه. یک ساعت هر چی زودتر بهتر چون شما انرژی رو از دست دادی و بهترین موقع برای برگردوندن اون شرایط حالا پروتئینی و کربوهیدراتیه که شما میتونی مثلا سه تا دونه فیلت مرغ و یه نصف سیب زمینی استفاده کنی اگر احساس میکنی که بازم بیشتر نیاز به غذا داری میتونی سه تا سفیدن در کنارش داشته باشی یعنی جزء میان وعده های بعد تمرینه که هم سبک هم پروتئین بالایی داره خیلی هم عالی و میریم برای شام میریم برای شام حالا ببینید شام دیگه هر کسی یه تایمی داره یکی ساعت 11 شب شام میخوره یکی 12 میخوره یکی ده میخوره ما اون روالیو داریم که میگیم شما آخری میان وعدت که خوردی دو الا سه ساعت بعدش یعنی یه جوری باشه که تقریبا یک ساعت قبل از خوابت بشه شد. حالا هر تایمی که میخوای بخوابی و در واقع مصرف شام من نظر خودم اینه که گوشتای سبکتر استفاده بشه گوشت ماهی جز گوشتایی که پروتئینش بالاست و سبکه و در کنارش میتونه برای یه سری افراد یه کربوهیدرات بسیار سبک مثلا در حد سه تا چهار قاشق برنج در کنارش باشه میتونه هم نباشه دیگه حالا بستگی به شرایط اون فرد داره یه وقتایی میبینی طرف با اون سه چهار قاشق میتونه آروم بخوابه و خواب خوبی داشته باشه و چیزی که ما میخوایم ریکاوری بشه تو خوابش یه وقتی از میبینی طرف عذاب میکشه یعنی براش خیلی فرقی نمیکنه برنج باشه یا نباشه اوکی راحت ما میگیم نخور ما خودم سه قاشق برنج اصلا میاره میارم ببین سه قاشق که حالا سه قاشق چهار قاشق خیلی ها با همون از اه... نظر مغزی ام. و از نظر ذهنی آروم میشن شما وقتی از نظر ذهنی وارد باشگاه میشی و دوست داری تغییر بکنی یعنی این فرمان رو به بدن دادی که آماده باش سیکل داره عوض میشه متوجه چی میگم وقتی با این ذهنیت وارد میشی ناخداگاه بدنت به سیکلی میره توی مسیری میره که خودش کمک میکنه بهت متوجه. یعنی مثلا میگه چهار تا قاشق اون چهار تا قاشق رو با عشق انجام میدی من اگه بگم پنج تا بخور نمیخوری ولی یه وقتا یه سیده می به اجبار دارن یه کار رو انجام میدن اون اگه ده تا قاشق هم بگی بخور باز آروم نمیشه پس بس این بستگی به ذهنیت هر شخصی داره اونز کل هولوشن بر اساس ژنتیک بر اساس آناتومی بدن اینا همه درسته ما یه چیز میانگین با این برنامه غذایی توی یک ماه چقدر فرد میاد پایین با یه برنامه, تم... با, یه برنامه تم... با یه برنامه تمرینی و حوازی 20 دقیقه چقدر میاد پایین تمرین مرتب روزانه آیا 5 روز در هفته پنگ. چرا پنج روز وقت نمی کنه وقت نمی کنه ولی خب اون دو روزش حتما طبق رژیمت باید بری یعنی کالری اضافه نرسونی یعنی دو روزی که ما باشگاه نمیریم دو روزی نیستش که رو رژیمم تعطیل بشه باید حتما رژیم رایت رعایت داشته باشی بله و ترجیحا چون کالری نمیسوزونی ترجیحا اگر شرایطشو داشتی یه بعد غذایی هم کمتر بکنی بعد تامین بعد قطع میشه دیگه طبیعتاً دیگه ترجیحاً ولی خب اگر این شخص یه همچین سیستمی رو رعایت بکنه هلوش چهار تا شیش کیلو بستگی به میاد شرایطش داره بستگی به شرایط حوازی زدنش داره یکی کسی میبینید مثلا چهل دقیقه حوازی میزنه ولی حتی لباسش هم گرم نشده یکی میبینید پونزه دقیقه تا بیست دقیقه حوازی میزنه کلا میتونه دوش بگیره با اون لباسش که اینقدر خیس شده بستگی به اون کالری داره که شما میبینید وقت مثلا یکی رو ترد میده کلا رو گوشیه یا رو دو است سوزونه کالری نمیسوزونه هدف از حوازی سوزوندن کالری بله بهترین نتیجه حوازی نتیجه حوازی اینترواله چجوری اینتروال حوازی با شدت شما مثلا اگر تردمیل میل داری میزنی دو دقیقه یه دقیقه دویدن سریعتر با چه سرعتی هول و حوشی. برای همون وزن 85 تا 100 بین 6 تا 7 شیشه بعد سربالی هم داشته باشه خیلی اعتقاد ندارم بهش نداری برای آدم آماتور نه شیش تا, شیش تا هفت این سرعتت خوب باشه بعد تو قسمت پایین 4 تا 5 یک دقیقه یک دقیقه پس دو دقیقه با سرعت 6 تا هفت این ما میدویم و یک دقیقه با سرعت 4 تا 5 و این پروسه 20 دقیقه 20 ادامه داشته باشه یه سری ها مثلا میگن آقا ما با 6 راه میریم آره یا با هفت راه میریم اون راه رفتن تو جوری باید تنظیم بکنی که بدوی نرم دوی چون ما بشه. نمیخوایم آره اون به شدتی برسه که مفصلت آسیب ببینه یا اذیت بشی یا کلافه بشی اون یه دقیقه برای یه دفعه 20 دقیقه بگذره درسته میگن تردمیل برای کمر در... کسی کمر درد داره تردمیل نباید بره یا نه میشه راه بشه. صد درصد درست اون دو چرخ جاش بره کمر درد دارن یا مشکلی دارن که به هر حال زیر نظر پزشک هستن شخص خود من اگر کسی بیاد اینو به من بگه اولین جوابی که بهش میدم اینه که اون چیزی که دکتر صلاح میدونه بعد بزنیم. <applause> چون ماها همیشه نمیتونیم تو همه چی ورود کنیم بگیم ما همه <applause> چی میدونیم یه سری بحثا بر اساس پزشکیه بر اساس شاگرداتون بر اساس تجربه اینکه کاملا درسته و من کاملا با شما هم عقیده هستم که طبیعتا نه شما خیلی که بدنشون خوبه نباید ورود کنن تو همه چی هر چیزی حوزه خودش ولی من این چیزی که خدمت شما میپرسم بر اساس تجربه خودتون بر فیدبک شاگرداتون باید. تردمیل میگه اونی که کمر درد داره نباید بره نباید بره واسه یه چیزی هستش که مگه آسیب میبینه دیگه اصلا ایرانی نیست یه کمر درد نداره شوشه پا درد ما همه کمر درد خب, درد خب درد نه و هر حال یه سری کمر دردا حاد دیست که ولی مثلا من میخوام به خاطر اینکه شما نتیجه بگیری و اینکه زودتر وزنت بیاد پایین مجابت میکنم که نباید بری اصلا یعنی چی حرفا چیه مثلا اینا قدیمیه اینا مثلا باید بری که تو وزن زودتر بیاد پایین خب اینا کلا آسیب زدن مستقیمه بعد مکملی که ما بخوایم به این دست افراد پیشنهاد کنیم تو حین این پروسه غذایی و تامینی چه مکملاییه چند تا مکمل مکملی که من بیشتر خود من خودمون نگاه میکنم و صد درصد مخاطبینمون خب ما اون چهار درصدی ها فرق میکنه خب بله 96 درصد و ورزمون... آمیانه شو بگی آره وزنم آقا معمولیه بیشترین چیزی که من روش تاکید میکنم اول باید. از همه ویتامین هاست آها یعنی مصرف ویتامین ها در عین سادگی و شاید ارزونی جز مهمترین کاربورد ها رو تو بدن ما داره دا... بله. متوجه یعنی مولتی ویتامین ها خانواده ویتامین بی خب ویتامین بی چیا باشه ویتامین بی یک و بشیش. بی 6 بی یک رو کهی بخورم بی بخورم به یک و ب... به, یک... خب بستگی داره مثلا ما به یک با دوز 100 داریم به یک با دوز 300 داریم حالا ما میانگینش م... معمولیش به یک 100 رو حساب میکنیم یا با به یک... با به 6 میتونن همزمان با هم بعد از مصرف نهار داشته باشه فقط نهار یعنی یا به همزمان بعد به از سر. مصرف شام داشته باشه یه بار ولی دیگه تو روز یه بار یه بعد از آره، کافیه. یه بعد از آره. مثلا مولتی رو میتونن بعد از صبحونه استفاده بکنن مولتی ویتامین معمولی معمولی آره آر ارز کنم ویتامین C رو میتونن قبل از تمرین استفاده بکنن یا جوشان یا کپسول هر پودر آره هر حالا چیز هر, چیزی که باشه قبل تمرین بله مکمل اومگا 3 رو قبل از خواب استفاده بکنن قبل یا ها. کلسیوم ها کلسیوم یا, یا کلسیوم یا اومگا آ یکی اینا بعد یکی خواب من نیاز نیستش که آها زیاد رو باهم استفاده بکنه حالا مثلا تو یه برنامه یه ماه شما اومگا 3 استفاده می‌کنی یا اومگا فول استفاده میکنی که هم سه داره هم شیش داره هم نه داره فرق اینا چیه سه شیش نه؟ خب سه شیش نه همون حالا مثل ب یک و ب 6 به دوازده و سه شیش نه کامل کامله سه شیش نه کاملشه و عرض کنم خدمتت که معمولا آدم عادی اومگا سه بیشتر نیاز بدنشونه اونا مم. یه ذره تخصصی تر بله. افراد تر استفاده میکن دیگه چی؟ عرض کنم خدمتتون که برای یه آدم عادی همین مصرف مکمل دیگه ویتامین ها کافیه دیگه نیاز نیست. اینا دیگه لازم نه دیگه ببینید این مصرف ویتامین ها توی پروسه ماهانه عوض میشه ما نمیتونیم همه یه ویتامین ها رو شما چون اگر بیش از حد ویتامین به بدن برسه از بدن خارج میشه شاید آسیبی نزنه ولی کارایی هم نداره پس اینا بهتره که تو هر بازه زمانی سه تا چهار تا ویتامین اصلی استفاده بشه تو ماه بعد دوباره عوض بشه خب که در آب محلولا از بدن دفع میشن بعضی زیاد بخوریم مسمومیت میاد درست مسمومیت داره. ممکنه بیاره و ممکنه بار کلیه رو خیلی چه کلیه ویتامین, ویتامین مثلا شما خیلی بگیری تو بدنت باشه اول ناسیبی که میزنه کلیه درد بگیری یعنی باعث میشه به کلیت آسیب من احساس میگم سی دف میشه پس یا مثلا مصرف ویتامین B ممکنه یوبوست مصرف زیادش دچار یوبوست بشی یعنی باید همه اینا به اندازه نیاز باشه و ما داریم در مورد یه آدم عادی این مصرف مکمل مصرف مکمل های غذاییش بود ویتامین های غذاییش بود در رابطه با مصرف مکملش هم کلا میتونه دو یا سه تا مکمل اصلی که من نظر شخصی پروتئین وی 100 درصد ایزوله باشه فرق نداره. آدم عادی نظرم اینه که وی ایزوله هم نباشه بهتره چون وی معمولی آروم آروم تو بدن جذب میشه، آزاد میشه پروتئینش و میتونه برای کسایی که خیلی زود دچار گرسنگی میشن مدت زمان طولانی تری تو بدنش بمونه. وی ایزوله زود جذب شد آره، پس برای آدم عادی وی معمولی کافیه. یه مصرف دیگه ای هم که میتونه داشته باشه مصرف بی سی دبل ای هستش پودر یا فرق نمیکنه اون بستگی به ذائقه شخص داره بله. و مصرف چربی سوز میتونه باشه و یه چربی دارید درصد در چربی سوزهای سالم نه چربی سوزهای خیلی شیمیایی با دوز بالا که خیلی ها رو دوچار عوارضی مثل استراب بیخوابی، عصبانیت نه ما چربی هایی که تو فکتوری سالم درست شده باشه و تایید شده باشه چرا کارایی ندارم ما خودمونم تو زمانی که نیاز باشه برای دوران مسابقهمون استفاده میکنیم اه. حالا یکی میبینی بدنش کلا بازدهیش به چربی سوز خوب نیست اون میتونه مصرف الکارنتین که سوخت و سازش رو ببره بالا که با بالا رفتن سوخت و سازش به چربی سوزی برسه میتونه استفاده بکنه یا مصرف سی رو در کنارش داشته باشه خب یعنی الان شد وی بی سبل چربی سوز و مهمترین چیزی که من بعد از وی تاکید میکنم یه مکملیه که قبل از تمرین شخص استفاده بکنه که تو دو چهار وسط تمرین دو خستگی و بی حالی نشه مثل شما مثلا طرف میبینید میاد اولش خوبه یه 20 دقیقه که میگذره دیگه ول میشه خسته میشه یه اون مقاومت رو نده من پیشنهادم مصرف مکمل آرژنین پمپ چون از چند مدل های ساخته میشه که شاید برای آدم عادی از نظر سلامتی خیلی خوب نباشه تپش قلبش رو برای بالا بیخوابش بکنه اذیتش بکنه پمپ رو پیشنهاد نمیکنم ولی مصرف آرژنین رو حتما پیشنهاد میکنم سیترولی مالات و بتالانین چی؟ اون دیگه بستگی به سابقهش داره شما شش ماه که زیر نظرش مربی که باشی میتونی اینا رو توی مثلا بتا آلانین، تاورین، آره. سیترولین این یه حرفه‌ای تر هرفی ای تره برای شروع تا دو ماه تا سه ماه به نظر من کافیه ممنونم از لطفتون من سعی شما. کردم که یه نماینده به حق برای شما باشم و سوالایی بپرسم که فکر کنم اکثرا این دغدغه رو دارم امیدوارم که از این برنامه کلی راضی بودید و این برنامه رو حتما به کل دوستاتون بفرستید